العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى قبل الإحرام إذا رجع يقدر، أما لازم يعطي فلوس ما صرف هذا الشخص. المسألة موجودة بالعروة الوثقى، لا ما إلى حق يرجع بعد الإحرام، خلاص ما إلى حق يرجع. قبل الإحرام إلى حق يرجع، ولكن لازم يعطي فلوس اللي هذا صارف إلى ذلك المكان. ها إما مسألة لا ضرار. مرحوم أخوي يخرج در لا ضرار نظر توسعة داشتن، اینجور جاها رو میگفتن بله الذي فوت عليه. وقت یک ناقض داشت این، و اون این است که عمل حر را ضامن نیست با اینکه فوت عليه. البته مشهور اینه که عمل حر ضامن نیست، یعنی کسی یک شخص حر را نعب گرفت حبس کرد که کاسبی میکرد، هر روزی 100 میلیون در میورد، این 100 میلیون از دستش رفت. مرحوم آخری میگفت مقتضای لا ضرار اینه که این گردنشه، اما ظاهرا مشهور اینه که این نیست. عمل حر چه خصوصیت داره؟ چرا مشهور این رو گفتی؟ خلاصه یک گره علمیه اینجا. اگه در لاضرار توسعه قائل میشیم بله، کل ما فوت علیه میشه. وقت آیا میشه ملتزم شد تمام تفویت ها را در جمیع مسائل؟ همین لاضراره دیگه، غیر لاضرار که نداریم. همین علا کلن خلاف مشهوره. مشهور قدیما و حدیثن از شیخ طوسی گرفته که این مسائل رو پر و را مطرح فرموده، تا حالا غالبا قائل نیستن، حتی متأخرینی که کاری به مشهور ندارن عمل حر را میگن زمان نداره، با اینکه دلیل خاصی نداره. چه فرق میکنه حر را عبد مثلا؟ بله آره، این همین لاضراره، این همین خلاف مشهوره، این خلاف یعنی مشهور قدیما و حدیثا اینه که ضامن نیست. عرض کردم مرحوم اخوی میگفتن ضمان هست کتاب علمیشون که آره اون مسلمه، اما اون منافعی که در اثر این اضرار از دست او رفته آیا اون را ضامن ایزانه؟ بله آه. یا بیشتر یا کمتر، همین بحث اینه که ولا ضرار این اطلاقش میگیره اینجور موارد را یا نه. اطلاق داره، عرفی هم هست، موضوعات احکام هم عرفیه، فقط کسایی که ملتزم به مشهور هستن مثل خود مشهور که ملتزمن غالبا، وقت اینجاها از نظر علمی گیر هستن. نعم لا لا لا، شوفوا اذا اخذ الدیه، إذا صرف أكثر من الدية المشهور عند الفقهاء أنه ما يقدر يأخذ، عندما الشارع عين فتشي هذا هو بعد،
إلا قلت بحث علمي أكو في أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرار يعني لا يضر أحد أحدا، هذا يشمل يوم يشمل. نعم اون الایمان و یجوب که روایت نیست اما مستفاد از جزئیات متعدد شده. الاسلام یجوب روایت یعدی فرمودن الایمان و یجوب ایضا، گرچه این بله 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 لحاظ امین اعمال گذشته شو قایی مسئله عروه داره. غالبا فرمودن اعمال گذشتهش اگه انجام داده یا طبق واقع یا طبق نظر خودش اونا اعاده نمیخواد، اما اگه نماز نخونده روزه نگرفته اونا رو باید انجام بده. غالبا گفتن بله باید انجام بده، که جماعتی کشن مرحوم اخوی می‌فرمودن که نه اونم لازم نیست مثل اسلام یجب. نعم ای 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 الإسلام بمستحبات وبواجبات. الصلاة الصلاة الركوع واجب بي، السجود واجب بي، أما القنوت واجب بالصلاة لا مو واجب، لأن يعني كل أحكام إلهية من الله عز وجل، بعضها مستحب بعضها واجب. بله یک قدری بلندتر بفرمایید. آه بله خود بدا به معنای ابداعه، نسبت به خدای عز و جل بدا یعنی نمیدونسته، ابداع یعنی میدونسته اظهار نکرده. نسبت به خدای عز و جل خود بدا به معنای ابداست، نسخ هم به همون جهت همون جوره، نسخ به همین معنا اشکال نداره. همین عرض کردم خود بدا، بدا جهل لازمش جهله، وقت بدا به معنای ابداعه، نسخ هم به معنای نسخ کردنه، نه اینکه اول حکم این بوده بعد برداشته شده. از اول موقت بوده حکم، فقط اظهار نشده اون موقت بودنش. نسخ به اون معنا نسبت به خدای عز و جل محاله، مثل بدای به همون معنا. وقت چطور بدا به معنای ابداع، نسخ هم به همون معناست، یعنی اظهاره. رفع مضطر الیه یعنی چی؟ یعنی انسان اونقدری که مضطره اون الزام ازش مرتفعه، ملزم نیست. وقتی که نمیتونه سجود کنه رو پیشونش رو زمین بذاره، تو روایت هم داره ایماع بکنه یعنی سرش رو قدری پایین کنه. وقت اما مهر را بذاره به پیشانیش این واجب نیست، فقط از باب میسور و امثال اونها مستحبه، چون اطلاق داره دلیل ایماع، وقت لازم نیست.
که مهر رو بذاره. بله خوبه بذاره. چرا؟ قاعده منصور همه جا هست مگه جای دلیل برخلافش باشه. در روز منصور نیست. دلیل داریم. عرض کردم مگه جایی که دلیل داشته باشیم. در روز منصور نیست. اگه میتونه فرض کنه نصف صورتشو بشوره. یا یه دستشو نمیتونه بشوره. وضو نیست اصلا. در غسل منصور نیست. اگه نمیتونه تمام بدن رو بشوره. مبدل به تیمم میشه. میسور همه جا را میگیره مگه جایی که دلیل اخص از دلیل میسور باشه. یعنی دلیل داشته باشیم که میسور درش نیست. مثل روزه. روزه اگر میتونه تمام صبح از فجر صادق تا مغرب روزه بگیره فبها. اگه ولو یک هزارمشو نمیتونه این اصلا روزه نیست. دلیل داره در اونجا. عرض کردم لازم نیست مهر بالا بیاره. لازم نیست چون دلیل گفته وقتی که نمیتونه پیشن رو زمین بیاره بذاره جاش ایماه، یعنی سرشو پایین کنه. همین وقت مهر گذاشتن مستحبه، لازم نیست. چی؟ بله. از روایات ظاهراً متواتره استفاده میشه که 14 معصوم علیهم الصلاه و السلام در همه چیز یکسان هستند. در همه چیز الا دو چیز. یکی مقامشون نزد خدای عز و جل فرق میکنه که فضیلت باشه. یکی هم که خاص به پیغمبر صلی الله علیه و آله که نبوت هست، در اون 13 معصوم دیگه نبوت نیست. در غیر این ها از روایات متواتره یا تواتر معنوی یا لااقل تواتر اجمالی استفاده میشه که این 14 معصوم در همه چیز یکسان هستن. یکیش هم عصمته. یکی یکسانه. بله خدای عز و جل افضل قرار داده این را بر اون، اون را بر اون. بله؟ یعنی من نمیدونم که چرا مثلا حضرت امیر افضلن از حضرت زهرا، حضرت زهرا افضلن از امام حسن و امام حسین. امام حسین صلوات الله علیه روز عاشورا روایت داره فرمودن جدی خیرم منی، ابی خیرم منی، امی خیرم منی، اخی الحسن خیرم منی. اما چرا؟ من ندیدم، نمیدونم. بله. نه ایشون میگه چرا بالاترن، یعنی چی در حضرت زهرا علیه السلام هست که بالاتر حسن و حسین هم با اینکه در همه چیز یکسانه. گفتم اونو نمیدونیم. یعنی وجه افضلیت چیه؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله خب نبوته، در اونا نبوت نیست. اما بقیه شون بله
چیه وجهش؟ وجهش رو میپرسه. چرا حجتن بر اونا؟ چرا امام حسن که حجتن بر امام حسین افضلن؟ چرا این حجت شده؟ عرض کنم وجهش رو نمیدونم. اگر آقایون یک جایی وجهش رو پیدا کردن تو فرمایشات معصومین استفاده میکنم. بله. همین ایشون این چراشو میپرسه، میپرسه چرا اینجوره. در پیغمبر صلی الله علیه و آله خب نبوت در اونها نیست، این پیداست، اما در بقیه اینکه حضرت حجت صلوات الله علیه و عجل فی فرجه شریف افضل از 8 پدرهای بزرگوارشون هستن، چیه وجه؟ ببخشید. بله. خب حضرت زهرا چی؟ حضرت امام حسن چی؟ چرا سبقت شده؟ این چراشو میپرسه. گفتم نمیدونم، اگه جای پیدا کردید. بله حجتن بر بعدی. امام حسن علیه السلام حجت بر امام حسین علیه السلام بوده. چرا؟ چراش نمیدونم. بله میفرمونه. چی؟ ابی خیر منی. نه نه نه، خاتم الانبیا بودن این جهت، نه حالا صرف النبوه. بله نه، ببینید در امام حسین علیه السلام یه خصائصی هست که در جد بزرگوارشون که افضل از امام حسین، اون خصائص نیست. یکیش مسئله این که خاک قبرشون رو میشه خورد براش، اما خاک قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله مشهور بین فقها اینه که جایز نیست برای استشفا خورد. خصیصه معناش افضلیت نیست، اینا خواصه، استجابت الدعا تحت قبته الائمه من ولده. مثلا امام حسن افضلن اما ائمه من ولده نیستن، این خصیصه است، خواصه. میدونم امام حسین افضل از 9 تا فرزنداشون هستن، اما از امام حسن هم افضلن؟ نه، امام حسن افضلن، مع ذلك استجابت الدعا تحت قوته نسبت به امام حسین گفته شده. جواز اکل طین قبره صلوات الله علیه نسبت به امام حسین گفته شده. خلاصه خصائص یه مسئله است، افضلیت مسئله دیگه است. هم یکی. بله همین خصائص، اینا الخصائص الحسینیه که خیلیه، و الوتر الموتور از خصائص امام حسین. بله خدادادیه. بله بله معلوم. بله بله همین عرض کردم، اگه چیزی فرموده بودن خب برداشت میکردیم، وقتی دیدی نفرمودن. بله
بله بله ببخشید نشنیدم. بله ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. اگه یک مقداری از ثمن مقابل اون مغز حرام قرار بگیره بله جایز نیست، اما عادتا اینجور نیست. نه یعنی این وقتی که این گوسفند رو میفروشن این مقداری که پول میگیرن یک قدرش مقابل اون مغز حرامه یا نه تبعی اون؟ ببینید ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، این مغز حرام حرامه، فروختنش جایز نیست. اگه پول یک قدرش مقابل این باشه بله اون مقدار باطله. اگر هست جایز نیست نه، اگه اینجوره. اما خارجاً تبعیه ظاهره. اون فضلات ببخشید اجل الله السامعین، اون فضلات حیوان گوسفند یا شتر که تو مزاجشه وقتی که میفروشنش هر چند گرم که هست حرام نیفروختن اونها. چرا؟ چون اما یک مقداری از پول مقابل اونها ظاهرا نیست. میدونم وقتی که میگه مثلا 50 کیلوه، این 50 گرمش 100 گرمش مقابل اون حرامات، چه فضلات باشه چه مغز حرام باشه چه اون غده ها باشه بنابراین که حرامه، چه عروق باشه بنابراین که حرامه. یعنی گفتن عروق حرامه، یعنی فرمودن غده ها حرامه، وقت اینا جوه. اما اینا لا یجعل شیء من الثمن فی مقابله ها. میدونم، اما تو ارتکازش هم نیست که یک قدری از این پول مقابل اون محرماته. اگه هست بله جایز نیست، اگه هست. اما مثل که به نظر میرسه که تو ارتکاز بایعی که گوسفند داره میفروشه این نیست که یک قدری از پول مقابل اون نخاعه و یک قدرش مقابل غده هاست. بله؟ نه خلاصه آره بله این که می فرمایید دقیق عقلیه، اما عرفا ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، یعنی میخوام عرض کنم دقیقه عقلیه یا راستی ارتکاز بایع و مشتری اینه که داره پول مقابل اون نخاع میده و اونم داره پول میگیره مقابل نخاع. بله همین تبعیه، نه اینکه یک جزئی از ثمن مقابل شه. اگه باشه بله اشکال داره. بله خلاصه اگر در ارتکاز
اینجور باشه که جزئی از ثمن مقابل حرامه، مثل کسی که یه جعبه نعوذ بالله خمر برداشته باهاش تو ماشین میشینه یه پولی اجرت میده، اگه یه قدری از اجرت مقابل اون باشه میشه حرام، اما اگر نه این آدم چه جعبه ای باهاش باشه چه نباشه اجرتش فلان مقداره، وقت اون حرام نیست چون اون تبعیه مقابلش هر چیزی که ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، همه جا میاد. بله یعنی حرم آره، یا این که یک هزارم پول را مقابل نخاع قرار بده مثلا. بله بله همون، یعنی تبعی نباشه که عرض کردن. نعم لأنه مو واجب على الناس يعطون أجرة لرسول الله، قل لا أسألكم عليه من أجر وإنما بمعتاد. هذا شوفوا اللغة العربية أكثرها بجد أكثرها مجازات استخدام أمثال ذلك، المعاني الحقيقية أقل أكو. هذا من أنواع المجاز، أنا وأنت يا علي أجيرة هذه الأمة، بمعنى أنه إذا فات شخص يستأجر شخص بعد ذاك يعمل ذلك الأجير وما ينطي أجرته هذا ظلمه، نحن هم بمنزلة الأجير، يعني كما أنه الأجير لو ما ينطول أجره هذا ضامن هذا حرام، هذا نحن هم هكذا. وأجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي صلوات الله وسلامه عليه أجرتهم طاعتهم، اللي ما يطيع هذا من هل الجزاء. نعم نعم نعم. أنتم كعلماء ونحن كمتبعين، ما المفروض علينا اتباعه في هذا الوقت وفي هذا الزمان في انتظار الفرج؟ شنو الأعمال اللي لازم نقوم فيها؟ شنو الدور اللي علينا اتباعكم؟ كلمة الانتظار هذا موضوع، الموضوعات تؤخذ من العرف. إذا جنابك عندك ضيوف عزيزين عليك وراح يجوك فلان ساعة راح يجوك، تظل نايم بالبيت؟ لا، تهيئ لهم ما يناسب لهم من مأكل من مشرب من فراش من كذا أم لا؟ فاللي منتظر يعني شنو؟ بالنسبة لانتظار الفرج أن نكون نحن مطيعين لهم، حتى إذا جاء مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه نكون جاهزين. انتظار الفرج هذا معنى، مثل الواحد اللي ينتظر فد عزيز يدخل عليه. صلى الله على محمد وعلى آله. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبدأه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبدأه. يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملاذ الراج. سلام عليكم.
الذي مناقبه مولاي مالع لها في الخلق أشبه أنت الولي.